دختر در چند موضوع حق داره که از ازدواج کردن با یک مرد انکار بکنه. پس این همه چیزا که از بین رفت، پس زندگی چی؟ او زندگی زندگی جنگل است. در داخل یک چارچوبی به نام خانه و خانواده این همه خوبی ها که وجود نداشته باشه، پس چه فایده؟ قانون خدا را در دست نگیریم، توصیه های خدا را در دست نگیریم. بزرگترین جنایتی که یک انسان میتونه در برابر دین خدا انجام بده، دین خدا را در دست گرفتن، بازی کردن در دین است. فرزندانشان را 2 سال مکمل باید شیر بدن. این خیلی مهم است. پس الله تبارک و تعالی بر دوش مادر این مسئولیت را گذاشت، این وجیبه مادر شد که باید فرزند خودش شیر بده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد تحفه منجی بشریت را به عنوان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت تک تک شما بینندگان عزیز مقیم داخل کشور و خارج کشور می نمایم. امید در هر جای که باشین در پناه رب العزت قرار داشته باشین، زندگی مملو از شادی و رحمت الهی نصیبتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی از برنامه های دیگر مشاوره خانواده و راه حل مشکلات خانواده ها در پرتو اسلام و روانشناسی و جامعه شناسی تحت نظر استاد محترم محمد امین مدقیق ارغانی، مشاور امور دینی کارشناس مسائل اسلامی. استاد محترم خوش آمدید به برنامه. الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه و بعد. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه و هو اصدق القائلین قو انفسکم و اهلیکم نارا. سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون اسلامی پیمان. امیدوار هستم که در هر قسمت از افغانستان عزیز که زندگی میکنین و در هر قسمت سایر نقاط جهان که زندگی میکنین در پناه عصمت و عافیت الله تبارک و تعالی به سر ببرین و از گزند روزگار در امان بمانین. استاد محترم سوال را مطرح میکنیم به این عنوان که یکی از خانم ها سوال کردن که خانم و خانه هستند و ثمره ازدواجشان 3 فرزند است و اینا تلاش نهایی خود را به خاطر راضی ساختن همسرشان و به خاطر رسیدگی به امور خانوادگی می کنند، اما با کوچکترین لغزش شوهرشان اینا را تهدید به طلاق می کنند و تهدید به جدایی می کنند و میگن جایگزین بهتر از تو را در زندگیم داخل می سازم و این موارد، و به یک نحوه کوشش می کنند که خانم را تهدید بکنند، گویایی که اینا در مسائلش در رسیدگی به امور و مسائل خانوادگی کوتاهی می کنند و به نحوه اینا را کوشش می کنند که از زندگیشان به یک نحوه دور بسازند. رای حل شما بر وفق آموزه های اسلام و روانشناسی و جامعه شناسی برای خواهر محترم ما چی است؟ توصیه ما در مجموع که در ضمن پاسخ به سوالات تعلق میگیره، در قدم اول توصیه دارم به این شوهر گرامی برادر عزیز ما که یک دختر مسلمان را در قید نکاح خود میاره. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و الله تبارک و تعالی و سایر دانشمندان و فقها و محدثین امت اسلامی در این قسمت چه توصیه هایی دارن میخوام به گویش بگیرم و بعدش اضرار و بدی های روانشناختی و جامعه شناختی تهدید های نادرست و بیجا به طلاق را برای عزیزانم به بیان بگیرم تا که اونها بفهمن این همه تهدید ها و این همه نادرست کاری ها در برابر یک فرزند مسلمانی که الله تبارک و تعالی او را برای ما حلال ساخته و در کشتی پرتلاطم امواج زندگی هم سفر ما گردانده چیست؟ در قدم اول الله تبارک و تعالی در جاهای مختلفی فرمود و عاشروهن بالمعروف و همچنان در قسمت های دیگری هم می فرماید و عاشروهن بالمعروف در واقع کلمه عاشروز جمع مذکر مخاطب امر حاضر است. از نقطه نظر ادبیات زبان عرب یعنی مخاطبش مردان است. ضمیر هنه راجع به زنان است که ضمیر جمع مؤنث غایب است. یعنی ای مردان که شما به الله تبارک و تعالی و روز قیامت ایمان دارین و خداوند یک مؤنث را از جنس بنی آدم از جنس خود شما در زندگی شما به عنوان بزرگترین تحفه آورد،
با اونها برخورد درست و رویه درست و انسانی و اسلامی داشته باشیم. و همچنان رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود استوصوا بالنساء خیرا، یعنی در رابطه با زنا، در رابطه با همسران زندگیتان اخلاق درست به پیشه بکنین. و من محمد ابن عبدالله علیه الصلاه و السلام برای شما توصیه میکنم که بهترین مردمان در روی زمین در قبال همسرانتان باشین. و همچنان در خطبه حجۃ الوداع، آخرین حج پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در اونجا میفرماید که ای مردم، ای کسانی که به من محمد ایمان آورده این، متوجه باشین در رابطه با همسران زندگیتان خیلی احتیاط بکنین. شما با نام گرفتن الله تبارک و تعالی و با ذکر کردن کلمات مقدس آسمانی او را در زندگیتان وارد ساختین، یعنی شما به همدیگر حلال شدین، در حالی که پیش از او حق نداشتین با هم این همه برخورد هایی که، این همه نشست و برخاست هایی که الان دارین را قبلا نداشتین. این همه از برکت دین الله تبارک و تعالی است. پس ارزش این نعمت بزرگ الهی را بفهمین. و همچنان در جای دیگر می فرماید رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما کسی است که با خانوادش، با خانمش، با دخترش، با پسرش، با سایر اعضای فامیلش خوش برخورد باشد. و من محمد ابن عبدالله علیه السلام نسبت به همه شما بشریت با همسرانم خوش برخورد هستم. آدمی پر از فضایل اخلاقی هستم و رذایل اخلاقی در زندگی ما هیچ جایی نداره. این توصیه های بود که ما به طور گذرا و به طور کوتاه برای عزیزانم از نقطه نظر آیات و حدیث رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به بیان گرفتم. و الان میخواهم اضرار و بدی های این همه تهدیدهای بی موردی که شما در سوالتان فرمودین، سوال کردین که خواهر شکایت کرده شوهرش که من خیلی کوشش میکنم بهترین همسر برای شوهر خود باشم، ولی او به اندک اشتباه ما مرا تهدید به طلاق میکنه یا تهدید به این میکنه که من همسر دوم میگیرم. خب تهدید به طلاق یک کار خیلی زشتی است که از نقطه نظر روانشناسی شخصیت بزرگترین ضربه ای را روی استعدادها و توانایی ها و امیدها و آرزوهای اون زن میزنه که بعد از آن هر قدر برنامه ها و آرزوهایی که در قبال ساختار یک زندگی مشترک در زیر چتر عشق و محبت با هم داشتن را از دست میده، بعد از اون دیگه فکر میکنه که ما با شوهرم یک زندگی مسالمت آمیز دارم. ببینیم، یک زندگی محبت آمیز است در میان زن و شوهر، یک زندگی مسالمت آمیز است. زندگی محبت آمیز با زندگی مسالمت آمیز کاملا در تضاد و در تصادم فرق داره. زندگی زن و شوهری نباید مسالمت آمیز باشه. زندگی ما با دیگران، با غیر همسرمان مسالمت آمیز باشه، با پدر، با مادر، با خویشاوندی، با دوستان اداره و کار و دفتر، ولی با همسر محبت آمیز باشه. رابطه هایی که ما با هم می داشته باشیم رابطه تملک نباشه، رابطه تعلق باشه. تملک و تعلق فرقش این است که تملک به این معنا که شوهر فکر میکنه که همسر مملوک ماست، مزدور ماست، کنیز ماست، هر آن چیزی که ما باید بگویم را بپذیره و او نباید استقلال فکری داشته باشه و استقلال تصمیم و برنامه گیری داشته باشه، در حالی که این یک ضربه خیلی مهلک است که در نظام خانواده زده میشه. رابطه تعلق چیست که در حرف اخیرش قاف میاد؟ تعلق به این معنا که آنها با هم دلبسته هستند، آنها گرویده همدیگر هستند، همدل همدیگر هستند. زندگی با همدلی به پیش میره، به خصوص زندگی همسرداری. پس لحاظا این کار خیلی زشتی است. ما برای این برادرم اضرار و بدی های این خصلت زشتش که در برابر همسر زندگیش به پیش میگیره بیان میکنم، امید که بفهمه و امید که همه بینندگانی که برنامه ما را میبینن این موضوعات را درک بکنن. اگر همسردار هستند در حال دست به کار شوند در این قسمت، بر خودشان تجدید نظر بکنه. اگر همسردار نیستند تصمیم بگیرن از همین حالا که در آینده ها یک شوهر ایدئال و مرد زندگی خوب به تمام معنا باشه. از دار و بده های این موضوع را ما بیان میکنم از نقطه نظر روانشناسی و جامعه شناسی خانواده، از نقطه نظر جامعه شناسی روابط، از نقطه نظر جامعه شناسی انحرافات و از نقطه نظر جامعه شناسی نظم و نظام جامعه. اولین بدیشی است که
از بین رفتن استعداد خوب همسر شدن برای این زن است. یعنی چی؟ شاید او دختر که به قید نکاح چنین برادری آمده آرزوهای بزرگ در زندگی داره. او میخواهد در هر عرصه زندگی پرواز بکنه، پر بگشایه، یک کسی باشه به عنوان امین رازهاش، به عنوان همسرش، همسر یعنی همسر تا بهشت و همسفر تا بهشت. زمانی که این تهدید به طلاق شد، وقتی که تحقیر شد، توهین شد، حقش به درستی ادا نشد، مسئولیت پذیری آنچنانی که شریعت بر دوش این مرد گذاشته را به طور درست ادا نکرد، این آدم استعداداش از بین میرد، دیگه امیدها و آرزوهایی که در راستای زندگی مشترک همسردار داشته را از دست میده. در حالی که این ضربه خطرناک و مهلک را بر پیکره نظام خانواده همسرداریشان خود این مرد مرتکب شده، در حالی که الله تبارک و تعالی میفرماید ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خودتان را به هلاکت نیندازین. من در برنامه های خود همیشه میگویم که خودکشی به چند نوع است. یکی خودکشی است که معمول است امروز کسای خود حلقاویز میکنه یا به دریا میندازه یا به چاه میندازه یا زهر میخوره. این خودکشی چندان خطرناک و مهلک نیست. به خاطر چی؟ چون یک بار انسان خودش را میکشه و از بین میره، دیگه حیات برای او باقی نمیمانه. ولی از نقطه نظر عاطفی و روحی، خودکشی عاطفی و روحی خطرناکترین و زننده ترین خودکشی است که ما تا به آخرین لحظات زندگی خود هر لحظه داریم میمیریم زنده میشویم، میمیریم زنده میشویم. شما در قوانین جزایی و در قوانین ستمکشی نظام های استبدادی در قرن، در مدت و در درازنای تاریخ مطالعه کرده باشین، بزرگترین نوع شکنجه برای یک زندانی ای است که بارها او را در کام مرگ میبره پس میاره، در کام مرگ میبره پس میاره. چون این تهدیدهای بی مورد این گونه مردی که اصلا پا در نقش قدم محمد بن عبدالله علیه السلام نگذاشته، این گونه مرگ تدریجی را به زندگی همسر خود میاره. این یک ظلم خیلی بزرگ است. دومین ضرری که تهدید کردن بی موضوع و تحقیر کردن و سرزنش کردن بی مورد در زندگی همسرداری بر چنین دخترها، بر چنین همسران میآید، وی است که خراب شدن نظام تربیت فرزندان است. خراب شدن نظام تربیت فرزندان یعنی چی؟ ما در سایر برنامه های خود و همچنان در یک تحقیق هم در رأی رابطه ما دارم، تقریبا 200 صفحه است در رابطه با روانشناسی و جامعه شناسی اسلامی در تربیت فرزندان. یکی از بزرگترین کسایی که نقش عمده و اساسی را در راستای درست به بار آمدن فرزندان ایدئال در آینده بازی میکنه، پدر و مادر خوب است. زمانی که این پدر در داخل خانواده پیشروی فرزندانش همسر خود تحقیر میکنه، با القاب بد یادش میکنه، نقنق و زرزر میکنه، در واقع فرزندانش از اینها الهام میگیره. ببینید، شما شاید در بعضی برنامه ها دیده باشین و در بعضی کتاب ها مطالعه کرده باشین، ما را در سایر سخنان خود هم گفتیم، از علامه عبدالرحمن ابن خلدون، یکی از جامعه شناسان فقید اسلامی است که حتی امروز خیلی از غربی ها هم اعتراف میکنه که بنیانگذار علم جامعه شناسی در جهان معاصر ایشان است، از ایشان پرسان کردن که ما چگونه میتوانیم فرزندان خودمان را تربیت بکنیم، یعنی با در پیش گرفتن چه راهکارهایی. ایشان فرمود شما پیش از اینکه فرزندانتان را تربیت بکنید، خودتان را تربیت بکنید. خیلی حرفی جالبی است، حرفی قابل تأمل و اندیشه است. یعنی چی؟ هدف عبدالرحمن ابن خلدون این بود که فرزندان هر آن چیزی را که شما برای آنها میگویید عمل نمی کنند، بلکه هر آن چیزی که شما در شما میبینند را عمل میکنند. یعنی تربیت فرزندان 90% استوار بر کردار است، 10% استوار بر گفتار است. پس وقتی که کردار یک شوهر خانواده در برابر همسرش در پیشروی فرزندانش این همه توهین‌آمیز باشه، این همه تحقیرآمیز باشه، این همه بیرون از چارچوب انسانیت و اخلاق درست همسرداری باشه، هیچگاه فرزندان خوبی در خانواده تربیت نمیشه. و مادر هم این دختری که تهدید میشه از طرف شوهرش با این همه القاب زشت، با این همه رفتارهای نادرست، این هم مرغ دلش میمیره، آرزوهایش ورشکسته میشه، دیگه اصلا برنامه هایی که در راستای نظافت فرزندان و تربیت فرزندان داشت از یادش میره. اینجاست که خانواده به یک چتر وحشت تبدیل میشه و اصلا معنویتی در این چارچوب
به نام خانواده وجود نمیداشته باشه. ما در همه سخنان خود گفتیم یکی خانه داریم یکی خانواده داریم. امروز فرض بکنیم در افغانستان ما 70% خانه داریم، 30% خانواده داریم. خانه یعنی یک واحدی مجموعه جمع شده از چند دیوار و چند کلکین و چند دروازه است، ولی خانواده واحدی از جمع شدن چندین فرد با در نظر داشته اخلاق و اصول و روش های صحیح انسانی و اسلامی است. پس شما بر اساس این تعریفی که ما در خانه و خانواده کردیم ببینین که ما در افغانستان خانواده زیاد داریم یا خانه زیاد داریم. از نظر شما ما خانه زیاد داریم ولی خانواده کم داریم. این گونه مردانی که این همه اخلاق را به پیش میگیرن، اونا خانواده را به خانه تبدیل میکنن و خانه هم به تدریج به یک قفس زندان تبدیل میشه که به زودترین وقت از بین میرن همه ایشان. سومین بدی که تهدیدهای بی موضوع و زرزرهای بی موضوع، نقنقهای بی موضوع یک شوهر بر همسر داره و این است که عدم رسیدگی درست به نظافت خانواده. زن مدیر خانواده است، مرکز ثقل نظام خانواده زن است. اگر زن از تمام نواحی در قبالش مسئولیت پذیری نشوه، او نمیتونه در کنار سایر کارهایی که رسیدگی نتونسته به نظامی نظافت خانواده هم برسه. یکی از زنها از یک روانشناس بزرگ اسلامی پرسان کرد، گفت من چطور بفهمم که شوهر مرا دوست داره؟ ببین سوال خیلی قشنگی است. ایشان پرسان کردن که هرگاه در قبالت احساس مسئولیت کرد، مسئولیت پذیری کرد، این بدان معناست که تو را خیلی زیاد دوست داره. یعنی مسئولیت پذیری به مراتب بالاتر از عشق است. اگر یک کسی به لفظ دعوا بکنه که من همسر خودت دوست دارم، ولی در کنار مسئولیت پذیر نباشه، در قبالش احساس مسئولیت نکنه و ای را درک نکنه که این همسر زندگی ماست، من باید قرضهایی که در حق کسی دارم را ادا بکنم، او آدم در واقع دروغ گفته. هم در لفظ دروغ گفته و هم در عمل دروغ گفته. پس لحاظا سبب این همه چی میشه؟ مردان نابکار و مردان نادرست. ما امروز در این برنامه بر اساس سوالی که شما از خواهر ما نقل کردین جواب میگیم و ای که سایر جنبه های این موضوع چی است در برنامه های بعدی صحبت میکنیم. چهارمین بدی تهدید به طلاق و تهدید به جدایی و در مجموع قدر ناشناسی از همسر زندگی چی است؟ چهارمینش دلسردی و نابود شدن عشق و صمیمیت و تفاهم زن و شوهر است. زمانی که همسر دید که من تهدید میشم، من توهین میشم، من پیش روی همسر فرزندان خود جایگاهی نمیداشته باشم در پیشگاه شوهریم، او دیگه فرهنگ درک و تفاهم را فراموش میکنه، از دست میده. تفاهم به قول یکی از بزرگترین دانشمندا، یک تای تفاهم سه تای دیگر را تولید میکنه و او هر تا حرف اول سه کلمه خیلی قشنگ دیگر است. تفاهم یعنی توانایی تحمل تفاوت ها. تفاهم یعنی توانایی تحمل تفاوت ها. زمانی که این همه تهدیدهای بی موضوع، زمانی که این همه دستورهای بی موضوع در زندگی همسرداری بیداد را میندازه، به عنوان یک بم، به عنوان یک مواد منفجره عاطفی در خانواده مشکل زا هست، هیچگاه این سه ماده زندگی ساز و عنصر اساسی تشکیل نظام واقعی خانواده وجود نمیداشته باشه، همه از بین میره. پس عامل این همه بدبختی ها خود شوهر شد که با این همه قدر ناشناسی هاش در زندگی خودش وارد کرد. پس برمیگردیم به آیت الله تبارک و تعالی، ولا تلقوا بأيديكم الى التحلكه، خودتان را به آتش دوزخ یا به هلاکت نیندازین، یعنی خودکشی نکنین. خودکشی عاطفی قسمی که من قبلا بیان کردم بدترین نوع خودکشی است که هرگز جبران نداره و او انسان هر لحظه داره میمیره و هر لحظه داره به کام مرگ میره. پنجمین اضرار و بدی های تهدید به طلاق از جانب شوهر به همسر چیست؟ دچار شدن به استرس و افسردگی است. دپرشن، کلمه انگلیسیش، بزرگترین و خطرناکترین بیماری قرن 21. اگر ما امروز در جهان ببینیم، آمار بندی بکنیم، نسبت به همه امراض یگانه مرضی که بیشترین قربانی را از بین بشر میگیره استرس است. ما در هر 100 نفر، در هر 100 نفر 90 نفر ما بیماری های مبتلا یا مصاب به بیماری استرس داریم، به مرض استرس و دپرشن داریم، یا قلق و استراب به کلمه عربی. خب علت و انگیزش چیست؟
شاید عوامل اجتماعی داره، عوامل عاطفی داره، عوامل فرهنگی و فقر و این موضوعات داره. ولی در افغانستانی که ما زندگی میکنیم، بیشترین عامل پیدایش استرس برخوردهای ناسالم انسانها در جامعه در برابر همدیگر است. فقر به او اندازه کشنده نیست که برخوردهای ناسالم کشنده است. جنگ به او اندازه کشنده نیست که برخوردهای ناسالم کشنده است. ما امروز اگرچه که در داخل کشور در به عنوان جغرافیای افغانستان در طول چندین سال گذشته جنگ‌های خیلی تلخ را مشاهده کردیم، این جنگ‌ها اگر دیده باشین برای ما خسارات خیلی زیاد را وارد نکرد، اگر کردم خیلی به فیصدی کم. ولی این جغرافیا را تقسیم بکنیم به کشورهای کوچک به نام کشورهای خانواده، جنگ‌های خیلی خانمانسوز و زندگی سوزی در داخل این جغرافیاهای کوچک به نام خانواده وجود داشت که کاملا زندگی‌ها را سوخت، عاطفه‌ها از بین رفت، امیدها نابود شد. نونهالی که ما در سرزمین دلمان و در سرزمین آرزوهایمان بابت زندگی آینده ما غرس کرده بودیم همه به آتش کشیده شد. علت چی بود؟ علتش یگانه آتشش و یگانه کبریتی که او را روشن میکنه، در میته حریقش میکنه، برخوردهای ناسالم افراد خانواده در برابر همدیگر بود، به خصوص زن و شوهر. این خیلی مشکلات خطرناکی را داره. پس این موضوع را ما باید در نظر بگیریم. برادر عزیز ما و هر برادری ما که این قسم عادت زشت را در برابر همسفر زندگی خود داره، باید به خودش برگرده، باید محاسبه نفس بکنه. یکی از بزرگترین عواملی که ما را بیدار میکنه ما میتوانیم در آینده مردان خوبی باشیم، این است که به خودمان برگردیم، تجدید نظر به رفتارمان بکنیم. فرهنگ محاسبه نفس از نقطه نظر اصلاح و خودسازی یکی از بزرگترین عوامل مهمی برگشتن ما به عزت نفس ماست و به شخصیت واقعی ماست. ما امروز شخصیت واقعی من را گم کردیم، فراموش کردیم که ما کی هستیم، در چه جایگاهی قرار داریم، با چه وزنی، با چه سنگینی داریم ما زندگی میکنیم. همه اینها را فراموش کردیم. برای چی؟ چون یک عنصر اصلی و اساسی به نام محاسبه نفس را ما از زندگی خود بیرون کردیم. پس برادرانی که این گونه اخلاق زشتی در خانواده هاشون دارن، به خودشان برگردن و خودشان را ملاحظه بکنن. و ششمین مشکلش پیدا شدن بی‌اعتمادی و بدگمانی است. اعتماد زیربنای اصلی و اساسی بنای یک خانواده خوشبخت و خانواده سعادت یافته. زمانی که شوهر به همسر اعتماد نداشت، همسر به شوهر اعتماد نداشت، باور بکنین اگر اونها در مرفه‌ترین کاخ‌ها و قصرهای دنیا هم زندگی بکنه، باز هم بدبخت‌ترین مردمان دنیا هستند. اعتماد خیلی مهم است. باید ما در خانواده ها اعتماد سازی بکنیم. یکی اعتماد سازی است، یکی اعتماد سوزی است و یکی هم سوء استفاده از اعتماد هاست. اعتماد سازی که همه میفهمند، اعتماد سوزی چی معنا؟ کسی که واقعا آدم قابل اعتماد است، ما با رفتارهای زشت ما او را وادار میکنیم که دیگه کار نکنه که ما به او اعتماد بکنیم. یکی سوء استفاده از اعتماد است. سوء استفاده از اعتماد است که خانم فکر میکنه که همسرم به ما یا شوهرم به ما اعتماد داره، بیا هر کاری که از دستم برمیایه بکنم در غیابش. اگر شوهرم همین قسم، خانم به ما اعتماد داره، بیا ما در بیرون هر کاری که میخوایم بکنم، این در واقع اعتماد سوزی است، بزرگترین خیانت است که ما در برنامه های قبلی خود در این قسمت گفتم. این یک موضوع بزرگترین خیانت، خیانت در زندگی همسرداری است. این یک موضوع. هفتمین خرابی که این موضوعات ایجاد میکنه مداخله دیگران در نظام زندگی است. مداخله دیگران در نظام زندگی از نقطه نظر جامعه شناسی انحراف خانواده یکی از مهلکترین زهرهاست که خودت دیگران را وقت میدی که به زندگی شخصی تو مداخله بکنه. زندگی همسرداری زندگی همسرداری است، همسری است. یعنی شما باید آنچنان راز مخفی داشته باشین و آنچنان فرجه های زندگی همسرداریتان را پوشیده بکنین و پرش بسازین که به اندازه سر سوزن هم دیگران نتانه که حرفی را وارد بکنه، سخنی را وارد بکنه یا مداخله بکنه. ولی زمانی که دیگران دید، بیگانگان دید، همسایگان دید، کسانی که نمیخوان شما خوشبخت باشین، وقتی که دید شما به همدیگر توهین میکنین، به همدیگر تحقیر میکنین، همدیگر خود را
نیش زبان میزنین، تیغ زبان میزنین، در واقع اونا را باز میکنن، جا باز میکنن. ما در افغانستان مصداق این را در خانواده ها میبینیم. بالاتر اگر در جغرافیای عمومی افغانستان بریم، اگر ما در میان خود اتفاق میداشتیم در کشور، اگر ما توهین همدیگر را نمیکردیم به نام زبان و به نام مذهب و به نام دین، به نام نژاد، به نام طبقه، به نام زن و مرد همدیگر را توهین نمیکردیم، ارزش همدیگر را میفهمیدیم، این همه فرجه هایی که الان دنیای استعمار و غرب داره از اون فرجه ها بر ما نیش میزنه را نمیداشتیم، متحمل نمیشدیم. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مؤمن، حکمت و فلسفه کاربرد کلمه مؤمن در سخنان گوهربار پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آیات کلام الله مجید ای است که آدمی که به خدا ایمان میاره آدمی خردمند است. یعنی ایمان در واقع از نقطه نظر روانشناسی یک عقل و خرد بلندی به یک انسان نصیب میکنه، ولی این ما این که پسان با اعمال زشتمان این خردمندی ها را به دست خودمان بر زبالدان های گناه و معصیت می اندازیم، فکر میکنیم که ما یک آدم عادی استیم، در حالی که یک انسان مسلمان آدم عادی نیست. جهان برای اوست، همه کائنات برای اوست، همه مخلوقات برای اوست. پس ثم لا تسالون یوم اذن عن النعیم، شما در روز آخرت از این همه نعمت ها پرسان می شوین. نعمت ها یعنی فضیلت ها، فضیلت ها یعنی مسئولیت ها، فضیلت ها همیشه در قبال خود مسئولیت ها را می داشته باشد. کسانی که فکر میکنن ما با این همه خوشبختی ها دست یافتیم و اصلا پرسجویی از ما در این قبال نمیشه، کاملا اشتباه خوردن، چون الله تبارک و تعالی در این قسمت سوال میکنه ثم لا تسالون یوم اذن عن النعیم. پس برادران گرامی، کسانی که با این گونه اخلاق های درست و زشت مبتلا هستند و مواجه هستند در نظام زندگی همسرداری، باید به خودشان برگردند، انسان‌های خوبی باشند. هرگز نمیتونیم با این همه فرعون صفتی، با این همه زشت خویی، با این همه تند رفتاری کسی را در زیر ملکیت زندگی ما بیاریم. زندگی همسرداری زندگی استوار بر تملک نه، بلکه زندگی استوار بر تعلق و همدلی و هماندیشی و همدوشی است. موفق و معید باشین. امیدوار هستم که از برنامه ما تا این دم لذت برده باشین و آنچه را که نمی فهمیدین فهمیده باشین. با تشکر جناب استاد، امیدوار هستم که بینندگان عزیز خاله های زندگیشان را از سخنان گوهربار استاد گرامی در پرده دستورات اسلام و دستورات روانشناسی و جامعه شناسی پر بکنن و مشکلاتشان را حل بکنن. و اگر شما از قبیل همچون مشکلات در زندگیتان دارین، میتونین با شماره تماس 00937717096 به تماس شوین و ما را در جریان بگذارین. تا برنامه بعد شما را به الله یکتا میسپاریم و الله حافظ و نگهدارتان.